اگه این صدا آژیر خفه شد یه بس کن. سلام علیکم به همه شنبولی بله ها، من مهزیار هستم و به زناکده بنده خوش اومدید. امروز براتون یه مهمان ناخونده داریم. آز معرفی کن. چشاشو بست، یعنی سیک بزنید. خیلی خوشحالم که در اختیار شما هستم. ببخشید، در خدمت شما هستم. امروز یکی دو تا اخبار بعدش یه ویدیو جالب داریم. ویدیو جالبتون نمیگم تا بهش برسید. پس قبل از هر چیز هیچ وقت فراموش نکنید شیر بگولید از پستان گاو. اگه ویگن هستید از پستان بادام بخورید. سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی الهام افکاری شد. آقای سازمان بین الملل خیلی زحمت کشیدین. به خدا میدونم خیلی کار سختیه و یه دو خط تکس نوشتن و یا دهن گشودن و سخن گفتن خیلی سخته. واقعا زحمت کشیدین. شما محکوم میکنین این انسانهای کثیفو که خانم الهام افکاری رو زندانی کردن. تو رو خدا یه وقت فشار به تو نیاد هی این ورا محکوم میکنی اون ورا محکوم میکنی بعد از این ور نفت میخرین از اون ور نفت میخرین. این نفتا مثل راحت ها حلقوم اگلتون نره پایین. یه وقت مستراب بازداشت علیرضا ارادتی داروساز در محل کارش. چه داروساز رو دیگه گرفتن؟ بر اساس گزارش علیرضا ارادتی دکتر داروساز روز پنجشنبه در محل کارش بازداشت شد. در مقابل چشمان دخترش مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به دلیل فعالیت های مجازی بازداشت شد. ریج یعنی قشنگ شاشیدن تو خودشون از ترس دیگه. و همچنان گفته میشه ماموران پس از بازداشت او به خانه‌اش رفتن و وسایل الکترونیکش هم برداشتن. میخواین تو گوشه کامپیوترش چی داره؟ پیناموسا. وزیر بهداشت. بفرمایید آقای وزیر بهداشت ببینید چی میخواید بگید. اگر در 7 سال آینده جمعیت افزایش نیابد دوچار بحران میشویم. ما اصلا نفر 15 تا بچه‌ام بیاریم به این قدرت و شدتی که شما دارین آدم اعدام میکنین و با تیر میکشین تو خیابونا کلا به این بحران میرسیم. بعد حروم زاده من بچه بیشتر بیارم تو میخوای خرجشو بدی تخم حروم؟ آقا وزیر بیاد ببینه کوکا پیشو. وای خدای ببخشید شیر بقولم. ویدیو هم داره مثلا مشکلاتی که در مملکت ما داریم. بله بفرمایید. دهه پیش روی ما این با عنوانی که مشکلات اصلی خواهد بود. بله. مسئله سالخوردگی جمعیت هست و ما در واقع فقط یک دریچه 7 ساله داریم که اگه دو این دریچه 7 ساله ما افزایش جمعیت ندیم در واقع دچار بحران مملکت خواهد شد. من خودم به شما قول میدم که تو این بحران به ما بین این 7 سال از خواهر مادر شما خیلی بچه تولید میکنیم. یا علی. سرتیب عملیات ترور بولتون و پمپو یک فرمانده سپاه قدس بود. شوخی میکنی؟ از من تعجب کردم. من فکر میکردم از خود اونوریا بوده. من نمیستم سپاه قدس بوده. عامل بنیادی گرانی دلار اختشاشات بوده. ببخشید باید 10-15 سال پس اختشاشات داری بگی اینطوریه. چی هست؟ رئیس شورای اطلاع رسانی دولت. زنان در غرب به صورت سیلاسایی در حال رفتن به سمت حجاب هستن. بله راست میگن. ما چند وقت پیشا با یکی از دوستان مهدی رفته بودیم یه دونه جد خونه، بعد دم در باونسراش یعنی اون گارده دم در با چادر بودن 2 متر قد اینطوری. البته ما تنها چیزی که میدید فقط چشاش بود و انقدر چادر. بعد داخلم که میرفتیم برای عملیات شما هیچی نمیدید، یه سوراخ بود مثل گلوری هول و اصلا نمیتونم. مادر سگ میگه غرب در حال رفتن به سمت حجاب مستراب. این کیه که این حرف زده؟ فعال سیاسی اصولگرا. بله این بازیگره حمید فرخ نژاد. علی خامنه‌ای تو برای ما دیکتاتور خوبی نبودی. این مگه ایران نیست؟ فردا میکنه تو گونی میبرنش. بازیگر ایرانی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت دیکتاتورها خصوصیت اخلاقی مشترک زیادی دارن. فرقی نمیکنه فرعون باشی یا موسولینی یا علی خامنه ای، همگی و مرور توهم خود خدا انگاری به سراغشان میارد. اینو راست میگه، فهم میکنن خیلی خفن و خدا. روند مشترک از همه آنها یک بیمار روانی میسازد. علی خامنه ای تو برای ما دیکتاتور خوبی نبودی، لااقل به خاطر خودت دیکتاتور با شخصیتی باش. شت، کسی میدونی بازیگر ایرانه یا نه؟ کامنت ها چی نوشتن؟ زنده باشی فرزند راستین ایران زمین، شیر مادر نان پدر حلالت باشه. دمش گرم با وجود با شرف. نه همه کامنت ها مثبت، نمیدونم ولی ایرانی یا ایران نیست. خیلی جالب. بعدی آقای سید علی کنارگیری بکنید. کنارگیری کردن آخونده داره میای سید علی کنارگیری بکنید. به نفع دین است، به نفع بله. دولت است، به نفع کودکان بله. ایران است، به نفع هم یکی مثل همشون گانه حتی به نفع کشورهای بله. همجوار است. اصلا و ابدا کشور ایران جغرافیای ایران تجزیه نخواهد شد. تو خیالت راحت باشه این 80 میلیون به تو گارانتی میدن. 8 میلیون ایرانی در خارج از کشور به تو
به تو گارانتی میدن کشور تجزیه نمیشه. بیا مثلا برو در یک کشور چینی کجا داداش کجا بره باید بمونه خدمتمون اونجا که آشنا هستی که آقای پوتین رو میشناسی برای تو قرآن میاره همون قرآن رو بگیر برو اونه تدریس بکن چقدر اهمیت داره بابا تو رو فحش میدن فحش خواهر و مادر به تو میدن تو نمیخوان آقا این کیه قضیهش چیه ولی خب یه آخونده دیگه یکم از خودشون کارشناس حکومتی سفارت فرانسه با همکاری برخی کافی شاپ ها و مکان های ورزشی در آشوبای اخیر نقش آفرینی کرد از اینکه همش این تقصیر آمریکاست این اسرائیل و انگلیسه به فرانسه رسیدن الان دیگه بهش یه سوال دارم خود آقای خمینی از فرانسه نیومده بود نمی‌دونم چه کی تو این مملکت تو این رژیم مافیایی صاحب قدرت و نفوذ و شغل و مقامه اصلا مقامه اصلا قیافش ایرانی نیست درست میگی قیافه رو ناکن در آوان اینجوری صورت ها کج گوش ها اینجوری این بی پدر و مادرها از کجا اومدن اینا انگار باباهاشون خرس بودن گراز بودن یا مادرهاشون مثلا سگ بودن یا مثلا گاومیش بودن پدر سگایی چه شکل و قیافه شما از کجا اومدید یعنی عاشق ارث خوردنشم خیلی قشنگ ارث میخوره چه شکل و قیافه‌ش با کجا اومدیم الان ویدیویی که قراره بریم ببینیم بچه‌ها یه دونه لیریکس یا شعر از آقای عرفانه که پابلش کرده در کانال یوتیوبش یک یا دو روز پیش و من بهم خبر رسید که این ویدیو اومده میخوام برم این ویدیو رو ببینم و جالب باشه حتما بذار آقای پایدار بفرمایید سلام به همگی سلام کلا یه شعری نوشتم که توی سه قسمته قسمت بله. اولش خطاب به هموطنامه قسمت دوم خطاب به نیروهای سرکوبگر و قسمت بله. سوم خطاب به سید علی خامنه ای لجن بزرگ خطاب به هموطنام اینجا سالاست دیدم بچه های شهر با چش رد پای ظلم و مثل رد پا رو برف آخه عدالت علی سالهاست قهرمان این شهر اینجا باید سر به دار بدم قهرمان بشم از این منجلاب در تو بگو من چه ها بگم چرا من که خارجم حس کنم در کنارشم از خاک ایران تخمه و ریشه ساقه برگ جسمی قطع رابطم و دلی وصل ثابتم بدون فریادم به کوی صدای شماست میدونیم این دفعه با قبلی یا حسابش جداست مرغ ولایتم در خطر انقراضه و آخرین روزاست میکنه منقارشو باز بذار اختلاف و واسه صفحه های بعد بیا نورو ببینیم علای پرده های شب دیروز رد می شدیم بدون حسد کنار هم امروز دلا به هم وصلن همه صف کنار هم خطاب به نیروهای سرکوبگر چه قشنگ بودی سه قسمت کرده این شعرشو قسمت اولش با مردم بود با ما بود بعد قسمت دومش الان با نیروهای سرکوبگر عرفان چرا انقدر پیر شده یادم اولین باری که یکی از آهنگای شنیدم موها اینطوری فشن بود میاد عقب چه استایل خوبی داشت البته الان سالش خیلی خفنه ولی حس می‌کنم همه پیر شدن دیگه چند سال گذشته خیلی سال گذشته اولین بار من آهنگ عرفان رو مجارستان بودم شنیدم اون موقع هم مثلا تازه رپ گوش نمی‌کردم علیرضا دوستم یکی از آهنگاشو برام پلی کرد اون آهنگی که با وای اسمش چی بود با خشایار میخونه یه دیوار پشتش پر از گرافیتیه اون اول آهنگی بود که عرفان شنیدم بریم آقا خطاب به آقای ببخشید نیروهای لجن سرکوبگر آقای پاسدار تو پاس چیو داری؟ قاتل آبان تو پاس کیو داری؟ پاس آخر داستان این آقا بالا سرا با پاساشون فکر فرارن تو بگو کیو داری؟ وای راست میگم میگه آخر سرا اینا که پاسپورتش داره فرار میکنه تو کیو داری؟ میمونه اینجا دمشت. از سالیان دور ره راهیان نور ره دفاع از ناموس و مرز آشیانه بود حالا اطاعت کورکورانه حامیان زور راوی دروغ سرباز مافیای پول غیر حسین توی ایران رونقی نیست روح آزاده یه سری یا مردنی نیست بس حق بس آزادی بس اتحاده بس جنگ و بس تجزیه مثل شوروی نیست دیپلماسی شاهکاره بچه کشی راهکاره سراتون بالا داره کل ایران داغ داره از پنجره بیرون و نگاه رفتن تو آشکاره مصمم رو هدفن و قدمشون پایداره مصمم رو هدفن و قدمشون پایداره چقدر قشنگ بود این دوتا لیریکس تا الان وای الکی نیست که آقا عرفان شده خطاب به سید علی خامنه ای خطاب به لجن اعظم آقا بگو حال چطوره اینجا خون کف خیابونا بالا چطوره بگو میبینی یا نمیگم بهت مارای دورت
دیدی آبانه شده واسه تو پایان دوره؟ 43 سال بودیم بس خدافز، قایم شدی تو سوراخ با 100 تا محافظ. با یه دست بشمر چند رو مونده شب تو اتاقه، میکشنه بیرون از اون تو این نسل مبارز. مثل قذافی رئیس جمهور لیبی میکشنت بیرون، تو رئیس دیکتاتور لیبی، مثل موش تو سوراخ میکشنت بیرون. ببینم چجوری میخوای فرار کنی. ببین تو این کتابتون فصل خوشی نداره؟ حکومت امام زمان بچه کشی حلاله؟ هر یه پشت طلبت تو هرچی فوشه حلاله؟ فرمانده خداحافظ به تو و هر کی گفته سلام بهت. فرمانده خداحافظ به تو و هر کی گفته سلام بهت. سلام فرمانده خودمون. سال خونه، امسال سالمونه، مشت آسمونه، سال آرزوه، سال رهایی تارموه، عکساتونم سوخته یا خون پاشیده یا پاره پوره، وای به حالتونه، دار به فالتونه، پات بگوره. چقدر قشنگ تموم شد قصه به زودی. چقدر باحال بود آقا عرفان، پرچمت بالاست، یه حس عجیبم دست داد. خیلی آهنگ قشنگ بود، خیلی قشنگ بود، یا دکلمه یا لیریکس یا شعر، هر چیزی که قسمش بذاری، خیلی قشنگ بود. اوه، حس خوبی داشت. بچه ها همین دیگه، بوس به کلتون، تا پس فردا، خدا نگهدار. آقا بعضی خدافظی نکن، اترو تو بگو. ببخشید مرسی که این ویدیو رو تا اینجا نگاه کردین. اگر نگاه نمی‌کردین یکی دیگه می‌کرد، من بدون شما هیچ‌چی، من با شما میچم. لطفاً لایک شیر سابسکرایبیاتون رو اگر رفت به علم، مگه مهمه لایک شیر سابسکرایب؟ تنها چیزی که الان مهمه اینه که تا بازدم آخر زندگیت دنبال آزادیت و آرزوات باشی. تو خوشگلی، خیلی هم خوشگلی، از تو یه دونه تو دنیا از بیشتر بخوام. پیس عشق من. بوس به کلت که تا اینجا دیدی ویدیو رو، کامنت انگلیسی بذار سا بمونی از لینک اون باری کلا که الان خدافظی کردی. خیلی ممنونم، مرسی. خوب میکنه دکتر مغزیار، با اینکه تو یوتیوب شده دیگه دستیار، چنل مغزیاره. خراب میکنم اینو بذارم تمام، اینو بذارم ویدیو تمام میشه. بذار تو رو خدا تمام.